گیلاسیا سلام. این روزا حال کشور خودمون خوب نیست و اینو همه میدونیم. چند ویدیوی قبلی رو تقدیم به مردم کشور خودم کردم، اما بغل گوشمون داره جنایت خیلی بزرگی اتفاق میفته، قتل عام مردم هزاره. از اونجایی که هم زبونای خودمون توی این کانالن و هممون با همدیگه همدردیم، دلم میخواد این ویدیو رو تقدیم به مردم عزیز افغانستان بکنم و امیدوارم که یه روز توی آزادی هممون دست همدیگه رو بگیریم و این جنایت رو به پایان برسن. این روزا بحث گروهای هکری بزرگ مثل انانیمس خیلی داغه و منم تصمیم گرفتم فیلمی براتون بیارم که مربوط به دنیای هک. فیلم هوامای محصول سال 2014 آلمان یکی از بهترین فیلم‌های هیجانی دنیا است. نمره 7.5 از 10 رو توی IMDb به خودش اختصاص داده. حواستون به اسپویل کامل فیلم باشه تا آخرش بهم فوش ندید. با شروع فیلم پسری به اسم بنجامین رو می‌بینید که بعد از ورود به هتلی پر از جنازه پیش پلیس میره و توی سازمان اطلاعات آلمان مورد بازجویی قرار می‌گیره. بنجامین میگه من اطلاعاتی راجع به یکی از بزرگترین مافیاهای سایبری دنیا دارم و فقط حاضرم با یکی از مامورینتون به اسم هانا صحبت کنم. هانا رئیس اصلی پلیس سایبری اروپا است و اونم قبول می‌کنه که بازجویی رو انجام بده. بازجویی شروع میشه و بعد از درخواست هانا برای شروع داستان، بنجامین به گفتن قضیه از بچگی خودش شروع میکنه. بنجامین تو بچگیش خیلی گوشه‌گیر و رفیق زیادی نداره. پدرش موقع تولد بچه از خونه فرار میکنه و توی 8 سالگیش هم مادرشونش رو از دست میده و اون با مادر بزرگی زندگی میکنه. تنها چیزی که از پدرش براش مونده چند تا گلوله هست که از دوران جنگ جهانی اول با خودش نگه داشته. از همون بچگی این پسر علاقه خیلی زیادی به شعبده بازی نشون میده و وقتی به سن جوونی میرسه به شدت وارد دنیای هک میشه. به نظر بنجامین هک یه جور شعبده بازی و برای همینم بهش خیلی علاقه داره. بنجامین میگه من واقعا هکر خوبی ام و توی دنیای هک انگار برام ارزش قائلن و این خیلی قشنگه، چون تو دنیای واقعی هیچ کس بهم توجهی نمیکنه و انگار نامرئی ام. تو سکانس های از فیلم قطاری پر از آدمای ماسک دار میبینیم که در اصل یه سایت توی دارک وب که هکرها دور هم جمع میشن و صحبت میکنن، یعنی این قطار فقط نمادی از دنیای مجازی بس حواستون باشه. توی این گروه هکری به اسم MRX به شهرت جهانی میرسه و معروف ترین و خطرناک ترین هکر دنیا شناخته میشه. بنجامین هم خیلی ترفند را از جمله هک کردن سیستم داروخونه ها برای دریافت رایگان ریتالین رو از همین طرف یاد میگیره. ریتالین داروی خطرناکی است که باعث افزایش تمرکز و بیخوابی میشه. سه قانون مهم دیگه هم توسط MRX توی دنیای هکر را برقرار میشه و بنجامین اونا رو هدف زندگیش قرار میده. 1. هیچ سیستمی هم نیست. 2. دنبال اهداف غیر ممکن باشید. 3. هم تو اینترنت هم توی دنیای واقعی خوش بگذرونید. از اونجایی که بنجامین آدم گوشه‌گیری و رفیقی هم نداره، هیچ وقت نمیتونه قانون سومو انجام بده و این خیلی براش آزاردهنده است. جدا از هکری، بنجامین پیک یک فست فود هم هست و اغلب باهاش بدرفتاری میشه. یه روز بنجامین پیتزایی رو برای یه مهمونی میبره که اونجا کراش دبیرستان خودش دختری به اسم ماری رو میبینه. ماری هیچ توجهی بهش نمیکنه و فقط وقتی دوستش داره با بنجامین دعوا راه میندازه میاد جلو و از بنجامین دفاع میکنه. پسرم ذوق زده میشه و سعی میکنه مخ ماری رو بزنه، اما فقط باعث ناراحت شدن دختر پشیمونیش از این کار میشه. موقع رفتن بنجامین اتفاقی صحبت ماری با دوستاشو میشنوه که بهشون میگه کاش جواب سوالای امتحانی رو داشتم. شنیدن این حرف باعث میشه بنجامین به دانشگاه دختر بره و سعی کنه با هک سیستم به سوالای امتحان دست پیدا کنه، بلکه بتونه مخشو بزنه. همه چیز درست پیش میره تا نگهبان دانشگاه سعی میرسه و نه تنها نقشش خراب میشه، بلکه اونو به پلیس تحویل میده. پلیس به خاطر سابقه خوب این پسر براش حکم خاصی نمیبره و فقط اونو به چندین ساعت کار اجتماعی محکوم میکنه. اون هر روز چند ساعت رو به جمع کردن زباله میگذرونه تا با پسر دیگه به اسم مکس آشنا میشه. مکس به شدت نسبت تکنیک هک بنجامین کنجکاو میشه و ازش دعوت میکنه شب رو به مهمونی بیاد. بنجامین به مهمونی میره و میفهمه ماری هم اونجاست. بعد از دیدن مکس با هم به اتاق توی خونه میرن و با دو نفر دیگه آشناش میکنه. استفن که یه مهندس نرم افزار و پال که مهندس سخت افزاره. اونا از بنجامین میخوان هکر بودن خودش رو ثابت کنه و اونم با استفاده از لپتاپ توی اتاق تو کمتر از چند ثانیه تمام سیستم برق منطقه رو از کار میندازه و باعث خاموشی مطلق اونجا میشه. سه نفر دیگه پراشون میریزه و تعجب میکنن تا یه مامور پلیس برای بررسی این اتفاق به در مهمونی میاد. بنجامین سری برقو برمیگردونه و یه دفعه مکس میگه اینجا اصلا خونه من نیست و همینطوری یواشکی هم اومدیم داخل. چهار نفر شروع به فرار میکنن و وسط راه بنجامین دست ماری رو هم میگیره تا با خودش ببره و از دست پلیس نجات بده. پلیس صاحب اصلی خونه رو دستگیر میکنه و بقیه در میرن. ماری پس از دور شدن از خونه به بنجامین میگه بالاخره یادم اومد که تو دبیرستان با هم کلاس بودیم. بعدم میگه امشب خیلی باحال بود و ازشون دور میشه. بنجامین به خونه برمیگره و وقتی میفهمه مادر بزرگش نیست خیلی نگران میشه. سری تو خیابون میره و اونو وسط اتوبان پیدا میکنه. آلزایمر مادر بزرگش خیلی پیشرفت کرده و به اجبار اونو به خونه سالمندان میذاره. حالا این پسر تنها تر شده و چند روز بعد دوباره به مکس برمیخوره. مکس با دیدن حال دپرسیو بنجامین بهش میگه قانون سوم هکرها رو یاد نره و اونو با خودش میبره تا یکم خوش بگذرونن. وسط صحبتشون مکس میگه من یه هکر اجتماعی ام. به نظرم مردم مهمترین بخش دنیا رو من اونا رو هک میکنم تا کاری که بخوام و برام انجام بدن. برای اثبات حرفش هم یه کارتون خالی و رسید دونات از سطل آشغال برمی‌داره و به دونات فروشی کنارش میره. مکس با ارائه رسید و جعبه میگه شما سفارش منو همینطوری خالی بهم دادید. با گول زدن فروشنده یه دونات رایگان ازش میگیره. بعد به پیش دو تا رفیق دیگه میرن و با دزدیدن یه ماشین به سمت یه کنفرانس بین‌المللی مهم حرکت میکنن. با
استفاده از کارت شناسایی های فیک وارد این کنفرانس میشن. بنجامین با راهنمایی مکس و استعدادش توی گول زدن مسئولا یا همون هک اجتماعی خودش رو به لپتاپ اصلی کنفرانس میرسونه و خیلی ساده اونو هک میکنه. سری هر چهار نفر از اونجا میرن بیرون و با ماشین برمیگردن. کنفرانس شروع میشه و هکرا با یه حرکت ساده تصویر اصلی رو عوض میکنن و با نمایش فیلم خنده‌دار از هیتلر کل امنیت سازمان سیاسی رو زیر سوال میبرن. نگهبان محل متوجه ماشین هکرا میشن و به سمتشون میان، اما اونا موفق میشن از اونجا در برن و با ول کردن ماشین لوزش رو توی پارکینگ جون خودشون رو نجات بدن. میایم به زمان حال. هانا از بنجامین میپرسه چرا باید حرفتو باور کنم. بنجامین هم شروع به گفتن کلی اطلاعات ریز از زندگی هانا میکنه تا بهش ثابت کنه یه هکر خیلی خفنه. دوباره میریم به گذشته. بعد از این هک خفن گروه تصمیم میگیرن با هم همکاری کنن و خونه بنجامین رو به عنوان محل کارشون در نظر میگیرن. هک کردن اون سالن کنفرانس توی همه دنیا پخش شد و خیلی دارن راجع به این گروه صحبت میکنن. مکس خیلی شوق داره تا یه روز مثل MRX معروف شه. برای تمام فعالیت‌های گروه یه سری ویدیو با ماسک دلقک توی اینترنت میذاره و با مردم صحبت میکنه. اسم گروهشون هم میذارن کلی که به معنای کلاونز لافینگ ات یو یا دلقک ها به شما میخندند هست. فعالیت‌های این گروه خیلی بیشتر میشه و کارهای زیادی مثل هک کردن گراف‌ها توی اخبار به شکل انگشت وسط یا هک کردن چراغ‌های شرکت داروسازی بزرگی به شکل شعار ماهیوانات رو میکشیم انجام میدن. عموم فعالیت‌های گروه سیاسی و خیلی از توجه دنیا به خودشون لذت میبرن. یکم بیشتر هم با مکس آشنا میشیم که خیلی آدم مودی هست و یه لحظه آروم و یه لحظه عصبانی. با اینکه کار گروه خوبه، تو دنیای مجازی همچنان هکر معروف یعنی MRX اونا رو جدی نمیگیره و هر لحظه شروع به مسخره کردنشون میکنه و این هر روز اعصاب مکس رو بیشتر به هم میریزه. همینطور هانا رو میبینیم که به عنوان مسئول فضای سایبری توسط دولت بهش اختار داده شده تا زودتر جلوی گروه هکری معروفی به اسم فرنس متشکل از هکرهای روسی رو بگیره. این گروه بارها به دولت ضربه زدن و توی 3 سال اخیر هانا دنبالشون میگرده. روز بعد از این جلسه دولت نامه منتشر میکنه که از گروه بنجامین اینا یا همون کلی به عنوان یه گروه خیلی بی خطر یاد میشه و این اعصاب مکس رو به هم میریزه، چون میدونه MRX با دادن این نام دیگه هیچ توجهی بهشون نمیکنه. بنجامین ایده ای رو میاره وسط تا بتونن با این کار توجه دولت رو به خودشون جلب کنن. ایده اون هک کردن سازمان اطلاعات آلمان و با اینکه خیلی سخت تصمیم میگیرن انجامش بدن. گروه با ماشینشون دنبال ماشین آشغالی میرن که زباله های سازمان اطلاعات جمع آوری میکنه. اونا به محل بازیافت زباله ها میرن و با گشتن راهی آشغالی سازمان اطلاعات بالاخره یه کارت تبریک برای یکی از کارکنان رو پیدا میکنن. توی این کارت تبریک اسم این شخص نوشته شده و بنجامین با جستجو آدرس ایمیل طرفو به دست میاره. با استفاده از این ایمیل عملیات فیشینگ انجام میدن یا دنبال چیزای مورد علاقه طرف میگردن و در آخر ایمیل هاوی لینک مخرب براش میفرستن. بنجامین فهمیده این شخص علاقه زیادی به گربه داره و محتوای این ایمیل که شامل چند عکس با نمک از گربه هاست طرفو ترغیب میکنه که روی لینک کلیک کنه و به همین سادگی کامپیوترش هک میشه. اتفاقی بچه‌ها میفهمن این کامپیوتر به سرور اصلی وصله و با استفاده از اون برای خودشون یه سری کارت ورود به ساختمون اطلاعات تولید میکنن. بعد از شب با استفاده از کارت‌ها وارد ساختمون میشن. پاول برق ساختمون رو قطع میکنه. استفن تصویر دوربینای امنیتی رو از بین میبره و بنجامین هم هک اصلی رو انجام میده. جدا از کاری که میخواستن بکنن یه سری هک دیگه هم انجام میده که بعداً میفهمیم چی بوده. با فرار از ساختمون گروه کلی موفق ترین فعالیت زندگیشون رو انجام دادن و سرشار از آدرنالین میشن. هک این گروه تو ساختمون باعث کار افتادن همه پرینترهای سازمان اطلاعات میشه و همشون میلیون ها برگه مشابه پرینت میکنن. برگه ای که روش نوشته شده گروه کلی اینجا بود. هیچ سیستمی امن نیست. گروه برای جشن گرفتن موفقیتشون به کلاب میرن که بنجامین دوباره ماری رو میبینه. این دفعه بنجامین سعی میکنه دختر رو جذب خودش کنه، اما در کمال تعجب مچ اون و مکس رو در حال بوسیدن همدیگه میگیره. این اتفاق به شدت بنجامین رو به هم میریزه و به خونه برمیگرده. مکس دنبالش میره تا باهاش صحبت کنه، اما بنجامین در روش باز نمیکنه و بهش میگه گم شو که حالم ازت به هم میخوره. مکس هم عصبی تر میشه و میگه تو بدون ما هیچی نیستی و از اونجا میره بیرون. این جمله خیلی رو مخ بنجامین میره و تصمیم میگیره ثابت کنه بدون کمک اونها هم موفقه. برای همین اطلاعات اضافی که هک کرده بود و بدون مشورت با دوستاش به کامپیوترش وصل میکنه و همه رو برای MRX میفرسته تا بهش ثابت کنه که چه هکر خوبیه. روز بعدی میرسه و هانا به سازمان اطلاعات آلمان میره تا هک بزرگی که اتفاق افتاده رو بررسی کنه. یه دفعه بهش خبر افتضاح میدن. اون میفهمه مامور مخفی که برای گرفتن گروه بزرگ روسیه فرنس کار گذاشته بود به شکل وحشتناکی به قتل رسیده. این اتفاق و هک شدن سیستم سازمان اصلی اطلاعات خیلی برای هانا سابقه بری ساخت و هر لحظه امکان داره اخراج بشه. میریم به خونه بنجامین که سه هکر دیگه میان پیشش تا به این سر بزنن و دوباره دعوای بین بنجامین و مکس شکل میگیره. تلویزیون هم روشن و یه دفعه اخبار خبر کشته شدن مامور مخفی اطلاعات به دست گروه هکری فرنس رو به اشتراک میذاره. اخبار میگه دلیل کشته شدن این فرد اطلاعاتی هست که از سازمان اطلاعات توسط گروه کلی دزدیده شده و اسم مامور مخفی توی فایل ها بوده. به عبارت دیگه چیزایی که بنجامین هک کرد و مستقیم برای MRX فرستاد باعث کشته شدن این مامور شده. یعنی MRX هکری از گروه فرنس بوده و حالا همه دنیا گروه بنجامین یا همون کلی رو به عنوان یه گروه تروریستی میشناسه. همش به خاطر خودخواهی بنجامین و فرستادن فایل ها برای MRX.
بچه‌ها به شدت وحشت میکنن. استفن میگه من دیگه نیستم، میخواد گروه رو ترک کنه. مکس به بنجامین میگه همه چی سختی تو باید خودت به پلیس معرفی کنی. وسط این داستانا بنجامین فکر دیگه به سرش میزنه. اون میگه باید هر جوری شده ام آر ایکس به پلیس تحویل بدیم تا اینطوری بیگناهی خودمون ثابت شه و بیخیالمون بشن. زنگ خونه به صدا در میاد و ماری پشت دره که بعد از مهمونی شب قبل نگران بنجامین شده. بنجامین میگه تو هیچ وقت به من توجه نکردی و الانم اومدی دنبال مکس نه من. بعدم میگه کاش هیچ وقت نمیدیدم تو در روش میبنده. بچهای گروه به صحبتشون ادامه میدن و تصمیم میگیرن نقشه بنجامین رو اجرا کنن. از اونجایی که زیر رادار پلیسن و خیلی شرایطشون خطرناکه به یک کافینت میرن تا با استفاده از اینترنت اونجا کارشون رو شروع کنن. از طرفی گروه سازمان اطلاعات هم خیلی سریع متوجه آنلاین شدن گروه کلی میشه و لوکیشن اونجا رو دست هانا قرار میده تا برای دستگیریشون حرکت کنن. بنجامین خیلی سریع شروع به چت با ام آر ایکس میکنه. هکر معروف بابت حرکت خفن بنجامین ازش تشکر میکنه و براش فایل میفرسته که میگه کار بعدی هست که باید انجام بدین. بنجامین سریع فایل رو دانلود میکنه و همین لحظه تیم پلیس سر میرسه. بنجامین موفق میشه با قایم شدن خیلی شانسی از دست پلیس نجات پیدا کنه و هانا رو میبینیم که توسط رئیس اصلی سازمان بابت کمکاریش توی دستگیری این هکر رو از کارش تعلیق میشه. بنجامین بچه‌ها دور هم جمع میشن و با بررسی فایلی که ام آر ایکس بهشون داده میفهمن کار بعدیشون چیه. وظیفه‌شون اینه اطلاعات الکی و یه ویروس تروجانی که توسط گروه فرنز جمع‌آوری شده رو وارد سیستم اطلاعات کل اروپا کنن. بچه‌ها موافقت میکنن این کارو انجام بدن و نقشه برای دستگیری ام آر ایکس هم میکشن. نقشه اینطوریه که اونا این کارو انجام بدن و زمانی که میخوان نتیجه ویروس و فایل‌های جمع‌آوری شده رو برای ام آر ایکس بفرستن، ویروس دیگه هم وارد سیستم خودمون کنن تا محل زندگی و اطلاعاتش به دست بیاد. قبل از شروع این کار به عنوان آخرین فعالیتشون همه هارد درایو و اطلاعاتی که از خودشون به جا گذاشتن رو نابود میکنن. مکس هم به خاطر کاری که انجام داده از بنجامین معذرت خواهی میکنه و هر چهار نفر به سمت سازمان اطلاعات اروپا راه میافتن. اونا همه چی بررسی میکنن اما هیچ کدوم از کلکای قبلیشون کارساز نیست. ماشین زباله اونجا به یه ساختمون امن میره و نمیتونن زباله ها رو بگردن. هیچ کسی توی سازمان گول ایمیل های مخربشون رو نمیخوره و حتی راه های ورود فاضلاب اونجا هم کاملا قفله. موقع چک کردن ورودی های فاضلاب هم دست مکس توسط یه میخ سوراخ میشه. بچه‌ها ناامید از همه چی تصمیم میگیرن به شهرشون برگردن، اما قبل از رفتن خیلی اتفاقی متوجه میشه که یکی از کارکنای این سازمان داره سوار اتوبوس میشه و کیف پولش از جیبش میفته زمین. بنجامین کیفو برمی‌داره و با بچه‌ها به هتل برمیگردن. تنها راه استفاده از کارت ورودی که توی این کیف بود گول زدن نگهبان برای ورود به ساختمون رو، چون خیلی کار خطرناکیه بی خیالش میشن. اما این برای بنجامین کافی نیست و وقتی بقیه میخوابن کارت ورودو برمی‌داره و به سازمان میره. با هر حیله‌ای که شده نگهبان راضی میکنه تا بهش اجازه ورود بده، بلکه بتونه کیف پولی که مثلا گم کرده رو پیدا کنه. نگهبانم در آخر بهش 2 دقیقه وقت میده تا کیفش رو پیدا کنه و همین کافیه که بنجامین با کارگزاری دستگاهی به شبکه اطلاعات دسترسی پیدا کنه و هک خودش رو انجام بده. صبح روز بعدی بنجامین وارد چت با ام آر ایکس میشه و اطلاعات دریافتی به همراه ویروسی که ساختر براش ارسال میکنه. ام آر ایکس خیلی باهوش متوجه این کارش میشه و با برعکس کردن ویروس دوربین لپتاپ بنجامین رو فعال میکنه و چهره خودش رو به عنوان یه هکر تروریستی خطرناک به کل دنیا نشون میده. همین لحظه یه گروه از مافیای روسی محل اتصال بنجامین رو پیدا میکنن و دنبالش میرن تا بکشنش. بنجامین با هر زحمتی از عدسشون در میره و خودش رو اجا قایم میکنه، اما وقتی به هتل برمیگرده متوجه میشه همه دوستاش به قتل رسیدن. بنجامین گلوله هایی که باش دوستاش کشتن رو برمیداره و خودش رو به هانا میرسه. نو به زمان حال میه. بنجامین میگه من فقط دلم میخواد نامرئیشم تا جونم نجات پیدا کنه. اون میگه هر چی که لازم باشه براتون فراهم میکنم تا فقط منو تحت سیستم حفاظت از شهود قرار بدید. این سیستم به این شکلی که وقتی جون کسی در خطر باشه تمام اطلاعات قبلیشو از بین میبرن و با استفاده از مدارک شناسایی جدید زندگی جدیدی به طرف میدن تا جونش توی شهر دیگه در خطر نباشه. هانا با شنیدن همه چی با مسئولای کشور تماس میگیره بلکه بتونه این کارو انجام بده. بنجامین یاد آخرین باری که ماریو دیده بود میفته. اونا بالاخره همو بوسیدن و به ماری میگه بیا با هم فرار کنیم، اما ماری جوابی نمیده. هانا رو میبینیم که همکارش میاد پیشش. اون به هانا میگه هیچکدوم از حرفای بنجامین با عقل جور در نمیاد، به نظرم همشون دروغه. هانا جواب میده بنجامین تنها کسی که میتونه کمکمون کنه تا گروه خطرناک فرنس و ام آر ایکس رو به دست بیاریم و مجازاتشون کنیم. بعد از این صحبت لپتاپ جلوی بنجامین میذارن و بهش میگن ام آر ایکس رو تحویلمون بده تا جونتو نجات بدیم. با استفاده از سیستم و ورود به دارک وب بنجامین خودش رو به عنوان ام آر ایکس جا میزنه. سیستمی راه میندازه و جلوی ورود ام آر ایکس اصلی رو بهش میبنده و به دروغ همه جا پخش میکنه که من تمام این مدت با پلیس همکاری داشتم و جاسوس بودم. ام آر ایکس که میبینه همه شهرت و آبروش داره نابود میشه، تصمیم میگیره با استفاده از راههای دیگه که هیچکدوم امن نیستن خودش رو وارد این شبکه کنه و بتونه از شهرت خودش دفاع کنه. همین اشتباه کافیه تا بنجامین از سیستم ناامن اون استفاده کنه و محل اتصالش رو در اختیار پلیس قرار بده. پسر 19 ساله توی نیویورک که کمتر از چند دقیقه توسط پلیس دستگیر میشه. ام آر ایکس معروف ترین هکر دنیا بود، اما غرورش باعث نابود شدن همه چی شد. حالا که این آدم خفن تونسته به دام بندازه، با خوشحالی پیش بنجامین میاد و بهش میگه تا چند ساعت دیگه همه اطلاعات شناسایی جدید تو بهت میدم تا زندگی جدیدت شروع کنی. موقع حرف زدن متوجه زخم یه میخ روی دست بنجامین میشه. دقیقاً همون جایی که توی خاطراتش میگفت دست مکس زخم شده بود. این یه خورده شک به
دل هانا میندازه و تصمیم میگیره توی این چند ساعت راجع به حرفای بنجامین تحقیق کنه. اون به خونه بنجامین میره و توی سطل آشغال جعبه خالی قرص لیتالین رو میبینه. بعد به دیدن ماری میره. ماری میگه من فقط یه بار بنجامین رو دیدم، اونم وقتی که برای تحویل دادن پیتزا به خونمون اومده بود. هانا مطمئن میشه حرفای بنجامین یه جاش میلنگو به دیدن پزشک مادر بزرگی بنجامین میره. دکتر توضیح میده مادر بنجامین خودکشی کرده بود چون بیماری روانی داشت، بیماری به اسم اختلال چند شخصیتی که یه نفر ممکنه خودشو به جای چند نفر تصور کنه. دکتر ادامه میده که این بیماری روانی ارسی و خیلی وقت داروهای مثل ریتالین میتونه اثرشو چندین برابر کنه. به عنوان آخرین ضربه هانا میفهمه گلوله هایی که بنجامین از محل کشته شدن دوستاش آورده بود گلوله هایی هستن که از پدرش به جا مونده بود و هیچ جنازه‌ای هم توی هتل نبوده. این یعنی همه حرفای بنجامین دروغ و در اصل همه افرادی که گفت همکارش بودن، مکس، پال و استفن، همشون خود بنجامین بودن و خودش مغز اصلی این عملیات است. هانا میاد پیش بنجامین و همه اینا رو براش میگه و میگه همه حرفا دروغ بوده. شنیدن این حرفا بنجامین رو به هم میریزه چون نمیخواد قبول کنه بیماری روانی داره و شبیه مادرشه. هانا در ادامه حرفاش میگه تو اماریس رو ما تحویل دادی و آزادی، اما نمیتونیم تحت برنامه حفاظت از شهود قرارت بدیم و هر لحظه ممکنه اعضای دیگه گروه اماریس برای کشتنت سر برسن. هانا میگه قانون پلیس اجازه نمیده افرادی که مشکل روانی دارن رو تحت حفاظت پلیس قرار بدیم. بنجامین به شدت حالش داغونه چون میدونه هر لحظه ممکنه بمیره. هانا با دیدن گریه‌های بنجامین دلش میسوزه و تصمیم میگیره کمکش کنه. در حالی که هر دو به سمت دادگاه میرن تا پرونده رو تموم کنن، هانا در اتاق رو برای بنجامین باز میکنه و بهش میگه سیستم حفاظت از پلیس برنامه ساده است و خیلی ساده میتونی هکش کنی. برو داخل و سریع تمام اطلاعات خودت رو پاک کن و مدرک شناسایی جدید بساز. فقط قول بده دیگه هیچی رو هک نکنی. بنجامین هم این کارو میکنه و بعد دادگاه به صورت قانونی آزاد میشه و بعد رنگ کردن موهاش و تغییر چهره سوار کشتی میشه تا زندگی جدیدش شروع کنه. اینجاست که ماری، مکس، پال و استفن رو میبینیم که به سمتش میان. اینجا متوجه حقه اصلی بنجامین میشیم. اون هیچ مشکل روانی نداشت و همه این اتفاقا نقشه ای بوده که برای گول زدن هانا استفاده کرده بودند. فهمیم بنجامین همه حرفاش حقیقت بوده غیر از آخرش. اون برای فرار از دست مافیا به هتل برمیگرده و به دوستاش میگه سریع از اینجا فرار کنه چون من همه اطلاعاتم لو رفته. دوستاش تنهاش نمیذارن و نقشه میریزن تا جون همشون نجات پیدا کنه. اونا هانا رو به عنوان هدف قرار میدن چون تنها راه نجاتشون همونه. اونا پیش ماری میان و با استفاده از اطلاعاتش در مورد قوانین جهان متوجه میشن که پلیس نمیتونه افراد دارای مشکل روانی رو تحت حفاظت قرار بده. با سوراخ کردن دست بنجامین با میخ و برنامه‌ریزی همه حرفاش نقشه اصلیش شروع میشه. بنجامین وقتی موفق شد هانا رو گول بزنه و به سیستم دولت دسترسی پیدا کرد، هیچ مدرک شناسایی جدیدی نساخت. فقط اسم اطلاعات خودش و همه دوستاشو به طور کامل از سیستم پاک کرد تا بتونن واقعا به شکل نامرئی زندگیشون رو ادامه بدن. به عنوان سکانس آخر، هانا رو میبینیم که توی کنفرانسی برای اعلام دستگیری اماریکس هست و با بررسی همه چی متوجه نقشه‌ای که این گروه براش کشیده بود میشه. اما حرفی نمیزنه و فقط با یه لبخند از اینکه شغل خودش نجات پیدا کرده و بزرگترین مافیای سایبری دنیا رو گیر انداخته خوشحالیشو نشون میده. فیلم هوامای خیلی خفنه، خیلی هیجانش بالاست و ما رو با دنیای هکرها آشنا میکنه. هکرهایی که بعضیاشون خیلی بدن و حتی ممکنه بقیه رو بکشن، بعضیاشون هم خیلی خوبن و همش دنبال رو کردن از سیاستمدار برای دفاع از مردم واقعیه. خلاصه که این فیلم خیلی خفنه، بازم میگم حتما یه بار کامل ببینیدش چون یه قسمتایش هست که من توی این خلاصه نتونستم بگم، ولی دیدنش خالی از لطف نیست. یادتون نره توی کانال سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم یادتون نره. روزتون هم گلاسی.